و در گزارشی مربوط به افغانستان تیمی متشکل از باستانشناسان افغان و فرانسوی در حال کشف شهر باستانی قلقله در دل کوهستانهای بامیان در مرکز افغانستان هستند باستانشناسان امیدوارند با کشف شواهدی هویت گمشده شهر قلقله را که زمانی از مراکز مهم داد و ستد منطقه به شمار می رفت احیا کنند گزارشی از زفر بامیانی خبرنگار صدای آمریکا در افغانستان گروهی از باستانشناسان فرانسوی و افغان از بیش از سه سال پیش در منطقه باستانی بامیان در جستجوی آثار و شواهدی از شهر گمشده ای هستند که قلقل نام داشته است. شهر همانطور که از نامش برمی آید گویا زمانی به خاطر رونق داد و ستد و شهرت تجاریش آرام و قرار نداشته است. Our work here. معموریتمون اینجا اینه که ببینیم چه کسانی و چطور اینجا زندگی می‌کردند. این برنامه توسط خولیا بندزو از باستانشناسان برجسته و تیم فرانسوی او اداره میشود بودجه آن از سوی دولت ایتالیا و یونسکو همین شده و آنچه تا کنون مشخص شده این است که شهر قلقله در آن روزها به لحاظ تجاری در منطقه از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده است. متوجه شده ایم که مردم از همه جا به اینجا می آمدن. از آسیای میانه از طریق بخت در شمال افغانستان و از جنوب هند و چین در زمان خودش خیلی بزرگ و وسیع بوده و نقطه اصلی اتصال شمال و جنوب به شمار می رفته. کاوش های اخیر همچنان نشان می دهند که شهر قلقله از قرن ششم تا سیزدهم میلادی به لحاظ اقتصادی و تجاری در اوج رونق و شکوفایی خود بوده. بر اساس آنچه از این محل استخراج شده، تاریخ تاسیس آن احتمالاً به دوران سلسله پادشاهی کوشانیان باز می‌گردد و زمانی در تسلط و کنترل سلسله ساسانیان بوده است.